چطور کسی رو نصیحت کنیم بدون اینکه یه ترحم کننده ی عوضی باشیم تو اصر اینترنت همه افراد حتی سگها تو یه زمینه تخصص دارن زشتی و زیبایی اینترنت اینه که هر کسی نظری داره و اون رو به اشتراک میذاره و نه تنها اون رو به اشتراک میذاره بلکه معتقده که حق با اونه بنابراین به شش اصل برای نصیحت دیگران دست پیدا کردم فکر میکنم این اصول به صورت گسترده قابل قبولن حالا چه بخواید از این اصول برای کمک به خواهرزادتون برای مقابله با زورگوهای مدرسه استفاده کنید یا برای انتقاد فلسفی از یه نظریه طالبینی یا دادن درس زندگی به برادرتون اگه واقعا می‌خواید به کسی کمک کنید این راهکارها رو بهتون پیشنهاد میکنم <applause> یک مطمئن بشید که اون شخص واقعا نصیحتتون رو میخواد هیچ نصیحتی بدتر از نصیحت ناخواسته نیست هیچ کس به اندازه شخص همه چیزدان و پرسر و صدا نادیده گرفته نمیشه مطمئن بشید کسی که میخواد بهش کمک کنید واقعا کمک رو میخواد در غیر این صورت یه ترحم کننده ی عوضی میشید یه مثال برای نصیحت بد در واکنش به شور و اشتیاق شخصی برای قبولی تو دانشگاه میدونی خب خیلی خوبه که قبول شدی یا اما دانشگاه رفتن پول دور ریختنه بدهی که متحمل میشی ارزش زیادی توی رزومه کاریت نداره پسر خالی من کلی پول خرج دانشگاه کرد و چندین سال زندگی اجتماعی نداشت و حالا توی شغلی گیر کرده که حقوق خوب میگیره ولی باید بدهیاشو بده با این کار فقط به اثبات این پیشفرز که آدم عوضی هستید کمک می کنید. دو مطمئن بشید که می دونید راجع به چه چیزی صحبت می کنید. دومین گناه کبیره تو نصیحت کردن دیگران اینه که در حالی کسی را نصیحت کنید که تجربه مناسبی در زمینه مورد بحث نداشته باشید. شاید کسی که قصد کمک بهش رو دارید متوجه این موضوع نشه اما بهتون اطمینان میدم کسی که تجربه داشته باشه متوجه میشه فرقی نمیکنه حرفی بزنه یا نه شما اعتبار خودتون از دست میدید به قول قدیمی ها کسی که فکر میکنه همه چیزو بلده چیزی یاد نمیگیره اگه تجربه ای ندارید اما احساس میکنید نظر مهم و مفیدی تو اون زمینه تو ذهنتون هست همیشه با گفتن این جمله اعتبار خودتون را حفظ کنید من هیچ وقت به همچین مشکلی بر نخوردم اما به نظر من مثال کلاسیکشم برای نصیحت بد اینه مشاوره دادن برای ازدواج از سمت آدم مجرد سه خودتون رو به جای اونا بذارید و از موقعیت خودتون به موضوع نگاه نکنید برای خیلی از ماها سخته که از موقعیت خودمون خارج بشیم و خودمون رو جای شخص دیگه ای بذاریم خیلی از ماها تمایل داریم مشکلات و موفقیت‌های خودمون رو وارد زندگی دیگران کنیم. نصیحت کردن دیگران بر اساس شرایط زندگی خودتون در بهترین حالت ناکارآمده و در بدترین حالت خجالت آور. یه مثال برای نصیحت بد واکنش به دعوای یه نفر با خواهرش شنیدن با خانوادت مشکل پیدا کردی چیزی که باید بدونی اینه که برخلاف چیزی که میگن خانوادت بهت اهمیتی نمیدن یه بار برادرم ماشینم و گرفت و چهار روانکاوی نصیحت نیست این رایشترین اشتباه تو پرورش شخصیت و انجمنهای دوستیابیه بدترین قسمتش اینه که شاید حق با شما باشه اما این موضوع به کسی کمک نمیکنه. سریعترین راه برای عصبانی کردن کسی اینه که بهش بگید چه کسیه دلیل افکاری که داره چیه و چرا اون اشتباهات رو مرتکب میشه و الی آخر اگه شخصیت زندگی و گذشتهشون هم حدس بزنید اوضاع وخیمترم میشه این موضوع مرتبط با دیدن افراد در موقعیتی که هستند ولی صرفا چون متوجه چیزی میشید دلیل نمیشه سعی کنید اون رو درست کنید اگه شخصی به شدت بدبینه و احساس میکنه که کل دنیا علیه اونه بیان این موضوع که اون بدبینه کمکی به اون شخص نمیکنه در این صورت اون شخص شما رو به چشم ترحم کننده ای میبینه که بخشی از همون دنیایی که علیهشه بهترین حالت اینه که خودتون رو جای اونا بذارید و به ساده ترین روش به سوالاتشون پاسخ بدید تا متوجه بشن یه مثال برای نصیحت بد تو واکنش به کسی که از دشواری پیدا کردن دوست شکایت داره ببین مشخصه که پیش زمینه ی داغونی داری و حالا هر موقعیتی که پیش رود قرار میگیره رو طوری میبینی که انگار قرار شکست بخوری حتی قبل از اینکه امتحانش کنی چون اعتماد به نفس پایینی داری و رفتار و باورات مانع پیشرفتت میشن این تله که اکثر مواقعی که داریم کسی رو نصیحت میکنیم تو دامش میفتیم و اینجوری میشه که فرد مقابل شما رو عمدن نادیده میگیره. باید به این نکته اشاره کنم که گاهی افراد به دنبال کسی هستن که مشاهده دقیقی از دیدگاه و ذهنیتشون داشته باشه و در چنین مواقعی نصیحتهای این چنینی مؤثر واقع میشن. اما اگه به دنبال چنین چیزی نباشن با چنین نصیحتی اوضاع خوب پیش نمیره. پنج از اعمالشون انتقاد کنید نه شخصیتشون یا سخنی که رایجه گناهکار را دوست بدار و از گناه متنفر باش خیلی های اهمیته که اعمال فرد رو از نیتش تمایز بدید خیلی از مردم با نیتهای فوقلاده کارایی واقعا احمقانه انجام میدن هر کسی که با والدینی به شدت عیبجو بزرگ شده باشه میدونه زخم زبان زدن به یه نفر برای قضاوت شخصیت بر اساس اشتباهی که مرتکب شده چجوریه؟ یه مثال برای نصیحت بد در واکنش به حرف عجیب و غریب یه مرد به یه زن وای خدای من تو اصلا برای خانمها ارزش قائلی؟ اگه قرار اینطوری باشون رفتار کنی سعی کن اصلا باشون رابطه نداشته باشی این رفتارت حال به هم زنه شش مردم چیزی به شما بدهکار نیستند چون وقت گذاشتید و کسی رو نصیحت کردید به این معنا نیست که اونا موظفن اونو به کار بگیرن و به این معنا نیست که اونها در ازای نصیحت به شما قدردانی یا یه چیز دیگه بده کارن. اکثر مواقع مخصوصا تو انجمنها کسایی رو دیدم که نصیحتی کردن و چون کسی اون رو به کار نبسته ناراحت شدن. کسی موظف نیست از نصیحت های شما استفاده کنه. زندگی خودشونه. مسیر خودشونه. اگه چیزی که میگید به دلشون بشینه باهاش همزادپنداری میکنن و اون رو به کار میبرن وگرنه اونا چیزی به شما بدهکار نخواهند بود نصیحت هدیه است و به عنوان هدیه بدون قید و شرط داده میشه و نباید در ازای اون توقع چیزی داشته باشید